رشد خوب و چشمگیر بیت کوین و اما محدوده مهم و حساسی که باید به آن توجه بشه. ما تو این ویدیو قصد داریم بیت کوین رو از لحاظ تکنیکالی و درون شبکه‌ای بررسی بکنیم و ببینیم که تو چه وضعیتی قرار داره. اگر که کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً سابسکرایب بکنید و تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید و لینک این ویدیو و سایر ویدیوهای کانال رو برای دوستان خودتون ارسال بکنید تا از ما حمایت بکنید. خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما تو این ویدیو قصد داریم که بیت کوین رو از لحاظ تکنیکالی از تایم فریم بالا بررسی بکنیم، بیایم توی تایم فریم پایین‌تر و ببینیم تو چه محدوده‌ای قرار گرفته و خب رشد خوب و چشمگیری رو داشتیم. ما از محدوده تقریبا 40,000 دلار تا قیمتی که الان هستیم توش 54,000 دلار که حتی بالاتر هم رفت. و اما نکته که نباید فراموش بشه سیو سود کردنه و اینکه حالا توی ارزهامون یا اگر پوزیشن باز داریم حتما امید نداشته باشیم که قرار بره بالاتر، یا استاپ لاس بیاریم بالاتر و یا برای مثلا کوین های خودمون یه استاپ اوردری رو بذاریم، یا اینکه نه تا خروج داشته باشیم از بسیاری از ارزهامون که حالا اگر که قرار شد بره بالاتر ما مجددا تو محدوده بالاتر خرید میزنیم، و اگر که نه اومد پایین‌تر مجددا توی کفای قیمتی ما شروع می‌کنیم به خرید کردن. اگر ما بیت کوین رو توی تایم فریم هفتگی بخوایم بررسی بکنیم و ببینیم توی چه وضعیتی قرار داره و چه رشدی رو داشته، ملاحظه میکنید که ما یک رشدی رو حالا از قبل داشتیم، مجدد اومده پایین تر، کفایی رو داشتیم و اومده بالاتر، که ساختار اصلیش رو اگر بخوایم از گذشته بررسی بکنیم، حالا با سبکای مختلف، حالا سبک RTM رو اگر آشنایی داشته باشید بهش، حالا یک گرهی رو داشتیم، منشأ اصلی حرکت بوده، اومدیم بالاتر، یک گرهی رو اینجا ما داشتیم که این قسمت بوده که قیمت نتونست این رو بشکنه یا این گلف بکنه به سمت پایین، پس یک حرکتی رو حالا داشت به سمت بالاتر، یک الگویی رو اینجا ایجاد کرد به عنوان کن کن، که خب حالا رسیده روی یک محدوده مهم که خب میگم این ساختاری که هست متفاوته، سبکای مختلفی از پرایس اکشن یا معامله هست که باید خودتون حالا ببینید با چه سبکی ترید میکنید. اما اگر با سبک کلاسیک ما بخوایم بررسی بکنیم این بازار رو و ببینیم که تو چه محدوده قرار گرفته، توی تایم فریم هفتگی ملاحظه میکنید شما اگر که ما این محدوده رو قرار بگیریم، یعنی باکسی که هست حالا از شادوی این کندل تا بسته شدنش رو بخوایم در نظر بگیریم، یا حتی اگر بخوایم محدوده رو کوچیک‌تر هم کنیم میتونیم همین اوپن کلوزشون رو در نظر داشته باشیم که بین محدوده در واقع 56 تا 58 رو بهمون نشون میده که اینجاها یک مقاومت بسیار مهمه که میتونیم در نظر داشته باشیم، که خب اگر توی محدوده 40,000 دلار تقریبا پوزیشن های لانگ داشتید اینجاها میتونید سیو سود بکنید یا حتی استاپ بالا بیارید، و یا اگر آلت کوین خریدید یا همین بیت کوین رو خریدید میتونید اینجا یک مرحله سیو سود داشته باشید. که خب اگر ما توی تایم فریم روزانه هم بخوایم بیت کوین رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه محدوده هایی هست که اگر پایین‌تر بریم از لحاظ حمایتی و مقاومتی اینجا به همون کاملا نشون میده که این همون گرهی است که رسم کردیم که انتظار یک واکنشی رو داریم تقریبا توی تایم فریم روزانه از حالا این کندل. اگر بررسی بکنید شادوی بالایی و شادوی پایینیش رو در نظر گرفتیم، امتداد دادیم به سمت جلو و یک برخورد خوبی رو داشته و حالا یک باکس مقاومتی هم بوده که سقف قبلی خودش بوده که رد کرده و اومده بالاتر، و اگر در صورتی که بخواد اینجاها مقاومت بشه ما میتونیم حمایت اول رو توی این محدوده قیمت، یعنی بین 51 و 200 تا 52 300 تقریبا در نظر داشته باشیم که یک حمایتی رو بشه، و اگر قرار باشه که بیاد پایین‌تر توی محدوده 47 و 300 و حالا محدودهای پایین‌تر بین 43 و 800 تا حتی 41,000 دلار میتونیم ما انتظار برگشت رو داشته باشیم، که خب اگر که بخواد این محدوده رو رد بکنه و بالای این محدوده، یعنی 57 خورده حالا 58,000 دلار اگه در نظر بگیریم، اگر بالای این محدوده ما کندل روزانه‌ای ببندیم و پول بک بزنه به اون سطح و تثبیت بده، میتونیم برای قیمت‌های بالاتر
حالا امیدوار باشیم که خب یک مقدار بعیده که اگر بخوایم شاخصهای دیگر رو بپردازیم بهش متوجه میشید توی جلوتر که بریم. و توی تایم فریم 4 ساعته هم اگر بخوایم بررسی بکنیم که خب یک مقدار تایم فریم رو بریم پایین تر، خیلی واضح تر میشه. و حالا بحث اصلی دقیقا اینجاست، ما بعد از این رشدی که داشتیم آلت کوین ها خب خیلی رشد نداشتن، اون هم دقیقا به خاطر اینه که بیت کوین دامیننس داشت افزایش پیدا میکرد و خب به طبع با افزایش بیت کوین دامیننس سلطه در واقع بیت کوین توی بازار بیشتر میشه و حالا پول بیشتری میاد توی بیت کوین به جای اینکه بخواد بره توی آلت کوین ها. و خب اگر ما توی تایم فریم 4 ساعته این محدوده رو نگاه بکنیم، محدوده‌ای که الان داخلش هستیم، میبینید که ما توی یک باکسی قرار گرفتیم تقریبا بین بازه، اگر بخوایم دقیق تر رسم بکنیم، 53 و 300 تا 56 و در واقع 340، تقریبا محدوده‌ایه که داره نوسان میکنه اینجا و خیلی هم حالا رشد رو به بالا و رشد رو به پایین رو نداره. انتظاری که ما از بازار داریم اینه که بیت کوین توی این محدوده چند روز رنج بزنه و این رنج زدن باعث میشه که بیت کوین دامیننس یک مقدار افت بکنه، که اگر از لحاظ تکنیکالی تایم روزانه بیت کوین دامیننس رو هم ملاحظه بکنید، اینجا یک مقاومتی رو داره که تقریبا توی این محدوده اگر ما واسش در نظر بگیریم یک محدوده‌ای هستش که خب ما انتظار داریم که اینجا مقاومت بشه که نتونسته مقاومت خودش رو هم رد بکنه و اینجاها یک کاهشی رو توی دامیننس داشته باشیم تا سایر آلت کوین ها یک رشدی رو بکنن، چون که خب تقریبا فکر می‌کنم رشدی که آلت کوین ها داشت توی این چند وقت اخیر به نسبت کمتر بود و خب اکثر ماهایی هم که حتی آلت داریم انتظار داشتیم که آلت کوین ها همگام با بیت کوین رشد چشمگیر و خوبی رو داشته باشن، ولی خب به نسبت یک مقدار کمتر از انتظار ما شاید رشد کرده باشن. و طی این چند روز من احساس میکنم که سیو سود کردن روی بیت کوین بسیار مناسب میتونه باشه. آلت کوین ها به همین طب استاپ های خودمون رو بالا بیاریم، بالاتر بذاریم، یا اگر خرید و فروشی میخوایم توی این محدوده روی هر ارزی رو که حالا خودتون مد نظرتون هست بررسی بکنید و یک حالا نوسان کوتاه مدت به نظر من روی پروژه های خوب، حالا پروژه هایی که میتونن آینده داشته باشن و یا حتی خیلی هم شناخته شده نباشن، میتونه بسیار مناسب باشه و رشد های خوبی رو ازشون بگیریم تو این چند مدت که قراره. حالا شاید بشه گفت آلت سیزن، که خب حالا خیلی هم تیم ما به این معتقد نیست که آلت سیزن شاید اتفاق بیفته. حالا با کاهش بیت کوین دامیننس یک مقدار رشد روی آلت کوین ها بیشتر میشه و ما توی این نواحی میتونیم روی آلت کوین ها سودهای خوبی رو بگیریم. ولی خب حواستون باشه، من برای کوتاه مدت میگم، یعنی یک نوسان میان مدتی رو بگیریم و خب حالا خروج داشته باشیم، روی آلت کوین ها نمونیم. حالا ما اصطلاح هولد کردن رو واقعا اصلا مد نظرمون نیست، یعنی که بگیم الان بخریم هولد بکنیم برای چند سال آینده. نه، حالا ما قصدمون اینه که توی کف‌ها خریداری بکنیم، روی سقف‌ها خروج داشته باشیم و خروجمون هم به نظر من اگه به این طب باشه که استاپ لاس بذاریم و با استاپ لیمیت اوردر بذاریم و اگر بیت کوین و بازار شروع کرد بریختن، ما از بازار خارج بشیم، نه اینکه خودمون خروج بزنیم. این خارج کردن خود ارزها و بیت کوین حالا ما رو از بازار خیلی میتونه بهتر باشه، شاید یه مقدار سود کمتری رو بگیریم، ولی خب خیالمون راحته که اگه بالاتر بره ما از بازار جا نموندیم و حالا پرداختیم به این مسائل از لحاظ تکنیکالی. و حالا بیت کوین دامیننس، خب حمایت ها رو هم یک مقدار ما توی تایم فریم 4 ساعته بررسی بکنیم. اگه که از این محدوده بخواد ریجکت بشه و برگرده به سمت پایین، ناحیه‌ای حمایتی که ما انتظار واکنش داریم روی این سطوحه، حالا ما به لحاظ قیمتی یک خدشین در نظر گرفتیم، ولی شما توی اون بازه یا محدوده در نظر بگیرید و خیلی حالا بگیم که دقیق روی این نقطه برمیگرده نیست. حمایت اولمون حالا میتونه روی محدوده 51.300 باشه، حمایت بعدیمون 48.200 و اگر بیایم پایین تر 43.800 و باز مجدداً اگه بیایم پایین تر 41 و تقریبا میشه گفت 500. حالا میگم اگر قرار باشه که ما این محدوده رو بشکنیم و بیاییم به سمت پایین، میتونیم اینجاها حمایت
داشته باشیم که خب خود ما هم یک مقدار بعید میدونیم. حالا تیم که میگم ما، منظور از تیم تحلیلی خودمونه که قرار باشه که بریم ATH های جدید بزنیم یا خیلی پیشرفت بکنیم. حالا ما تو ویدیوی بعدی که قصد داریم بهش بپردازیم و آماده کردیم و قرار براتون قرار بدیم توی چنل، بحث لوگاریتمی بیت کوینه که اگر ما بیت کوین رو به صورت لوگاریتمی در بیاریم و اون رو براش یک محدوده‌ای که حالا کفایی رو داشته و سقفایی رو داشته بررسی بکنیم، میبینید که بیت کوین بعد از اینکه حالا توی این حالت لوگاریتمی قرار میگیره یک محدوده‌ای رو واسه خودش تشکیل میده، حمایت یا مقاومتایی رو ایجاد میکنه و یک خط وسطی رو هم داره که خیلی خوب واکنش داده معمولا بیت کوین به این نواحی که وقتی که به این سطح رسیده حمایتایی رو خوبی رو داشته تو آینده و وقتی هم به این سطوح میرسیده ریزش خوبی رو مشاهده میکرده. و الان بیت کوین از لحاظ اینکه بخوایم ببینیم کجا قرار گرفته، تو محدوده ای که توی خط میدل اینه و مثل گذشته که ملاحظه میکنید یک ریزشی رو داشت، میتونیم انتظار داشته باشیم که حتی اینجاها ما یک اصلاح قیمتی رو داشته باشیم. خب همینجوری که ملاحظه میکنید این شاخص اگر به صورت خلاصه بگیم به صورت لوگاریتمی در اومده، سقف و کفاش رو از سال گذشته وصل کرده به این ناحیه و این خطوط مشکی رنگ که میبینید فیبوناچی هستش که دقیقا این پایین رو هم نوشته و این خط وسط هم که میدلش بود و این اوسیلاتوریه که اینجا قرار گرفته و این رو به صورت خطی نشون میده. و از لحاظ آنچین هم اگر ما بخوایم یک دیدگاه کلی داشته باشیم به بازار، ملاحظه میکنید که الان از لحاظ شاخص ترس و طمع روی طمع قرار گرفتیم، شاخص خیلی بالا اومده روی 72. این هم میتونه یک حالا هشدار یا زنگ خطری رو به ما بده که ما وارد فومو نشیم در رابطه با این شاخص. ما اینکه چه جوری هم به دست میاد ما ویدیو گذاشتیم توی چنلمون، میتونید ملاحظه بکنید. جز شاخصایی که خیلی خوب میتونه کمک بکنه، حالا توی ترید کردن خیلی نمیتونه به ما کمک بکنه ولی دیدگاه خوب و بسیار مناسبی رو توی بازار به ما میده. شاخص بعدی هم که هر روز ما بررسی میکنیم و براتون هم قرار میدیم توی پیج اینستاگراممون، اگر که پیجمون رو هم ندارید میتونید فالو بکنید، که همین mhi.crypto هستش که ملاحظه میکنید. اگر بخوایم ما حالا ملاحظه بکنیم این چند وقت اخیر رو، ورودی و خروجی رو دارید ملاحظه میکنید که خب حالا ورودی که ما داشتیم در روز گذشته یک مقدار زیاد بوده که خب به تبع میدونید ورودی نشان از فروشه و خروجی هم که نشان از خریده، که باید ما هر روز این رو بررسی بکنیم و یا حتی ورودی و خروجی رو که خود گلسنود قرار میده ما هم براتون قرار میدیم به صورت هفتگی هم بررسی بشه، جزء دیتاهایی که بسیار مفیده. و اگر ما حالا بخوایم هش ریت بیت کوین و در واقع سختی شبکه‌اش رو هم یک بررسی بکنیم و ببینیم توی چه وضعیتی قرار گرفته، میتونه مفید باشه که خب میبینید هش ریت یک رشدی رو داشته و الان شروع کرده به کم شدن. هش ریت رو هم ما بررسی کردیم، برای اینکه این ویدیو خیلی طولانی نشه خیلی بازش نمی کنیم، ولی به صورت خلاصه هش گردن همون فعالیت و تایید تراکنش توسط ماینر هاست که اگر یک رشدی رو ملاحظه بکنه یعنی که ماینر ها در حال حالا ماین کردن یا هشینگ هستن، که خب الان ملاحظه می کنید ما توی بیت کوین از لحاظ این شاخص یک اصلاحی رو داریم مشاهده میکنیم. و اگر بخوایم سختی شبکه رو هم ببینیم که تو چه وضعیتی قرار داره، سختی شبکه هم میدونید دیگه دقیقا بستگی داره به همین ماین شدن. ویدیوش رو توی دوره آنچین قرار دادیم براتون و اون سختی که ماینرها طول میکشه تا بتونن هش بکنن و اون در واقع بیت کوین و کوین ها رو استخراج بکنن رو بهش سختی شبکه میگن، که وقتی که کم میشه این شاخص یعنی که ماینرها میتونن ماینرها سختی کمتری رو دارن و وقتی بیشتر میشه این شاخص یعنی ماینرها سختی بیشتری رو دارن تجربه میکنن، که خب اگر هشینگ بیاد پایین به تبع دیفیکالتی هم کم میشه و اگر رشد بکنه بیشتر میشه، ولی رشد بیش از حد این شاخص میتونه به ضرر بازار باشه و نکته خوبی نیست که دارید ملاحظه میکنید. سختی شبکه هم خیلی رشد خوبی رو داشته و این شاخص رو هم در نظر
داشته باشید و فاندینگ ریت رو هم که اگر بخوایم بررسی بکنیم، میدونید دیگه اختلاف قیمتی هستش که حالا کسایی که دارن معاملات میکنن توی فیوچرز و توی اسپات یک درصدی از اون اختلاف قیمت رو پرداخت میکنن. و حالا ویدیو این رو هم براتون قرار دادیم و به صورت خلاصه همینی بود که خدمتتون عرض کردیم و ملاحظه میکنید که یک مقدار زنگ خطری رو داره به ما توی حالا چه بیت کوین، حالا توی صرافی های مختلف و یا سایر ارزها داره اینجا به ما نشون میده و میتونه یکی از نشانه هایی باشه که انتظار داشته باشیم شاید اصلاح رو از لحاظ این شاخص هم داشته باشیم. و حالا یه نکته بعدی هم که بود فی معاملاتی بود که پرداخته میشد توی بازار که فکر میکنم یکی مونده با آخرین ویدیوی بود که آپلود کردیم توی دوره آنچین، که خب حالا بررسی میکنه که مجموع فیهای پرداختی که توی بازار داره انجام میشه به چه صورته، که ملاحظه میکنید یک سقف جدیدی رو زده. و اگر بخوایم گذشته رو بررسی بکنیم ملاحظه میکنید وقتی که یک رشد زیادی رو میکنه توی قیمت چه تأثیری میتونه داشته باشه، و حتی اگر به کمترم برسه معمولا یک رشدی رو ملاحظه میکنیم که خب خیلی ما با اینها بررسی نمی کنیم، ولی می خواهیم یک دیدگاهی رو توی بازار هم با آنچین و هم با تکنیکال داشته باشیم و ببینیم که حالا به چه صورتی می تونیم توی بازار ترید بکنیم. و بس نکته آخر و تکنیکالی آخر که مهمترین بحث هم هست توی بازار که همون تکنیکال و خود چارت و قیمته که میتونه به ما کمک کنه، شاید سایر داده ها بتونه یک دیدگاهی رو بده، ولی مهمترین بحث همین کندل ها و همین بحث قیمتی هستن که میتونن در واقع کمک آخر و بهترین گزینه برای ترید کردن باشن. دامیننس رو حتما توی این چند روزه چک بکنید، اگر که ریزش داشته باشه میتونه یک نویدی باشه که ما توی آلت کوین ها رشد داشته باشیم و خود بیت کوین رو هم توی محدوده 58,000 دلار حتما بررسی بکنید که اگر بالای 58,000 دلار کندل روزانه ببندیم و تثبیت بده میتونیم بگیم که رشد همچنان میتونه ادامه داشته باشه، ولی اگر بخواد پایین این محدوده باشه و بریم به سمت پایین تر باید حواسمون باشه و این زنگ خطر رو بهش بپردازیم و سیو سود حتما و حتما توی آلت کوین ها و خود بیت کوین داشته باشیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع بشه و بتونید ازش استفاده بکنید. حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارید در رابطه با حالا دوره هایی که داریم یا حتی همین ویدیو و در رابطه با بیت کوین که چه روندی رو از لحاظ شما میتونه داشته باشه، حالا دیدگاهی که خودتون دارید و شاید ما بهش نپرداختیم و شاید اصلا از زیر دستمون در رفته باشه. لایک یادتون نره، حتما از ما حمایت بکنید، لینک این ویدیو و کانالمون رو برای دوستانتون ارسال بکنید تا بتونیم ویدیوهای بهتر و مفیدتری رو براتون قرار بدیم. تا ویدیوهای آینده خدا نگهدار.